اینکه توی این توی این قسمت شما شیر و سیکرت دارین. تفاوت پرایویت کی و پابلیکی چیه دقیقا؟ کسی از دوستان میتونه توضیح بده برای بقیه؟ من میکروفونش رو باز کنم. بله، خدمتتون عرض کنم گوش که میکنم، بحث جواب میکروفونتون باز کنم. پابلیک کی و پرایوت کی رو داریم. پابلیکی در حقیقت همون سلام پنیه علیکم. که مثل پنیه که رو کارتای دبیت ما هستش و مثل شماره کارت میمونه، ما راحت در اختیار بقیه قرار میدیم. آدرسیه که میخواد جابجایی ازش یا صورت بگیره یا بهش وارد بشه یا ازش خارج بشه. پرایوت کی هم در حقیقت همون رمز یا پسورد ما هستش که این باید مخفی بمونه و زمانهایی که نیاز داریم خودمون ازش استفاده کنیم و در اختیار کسی قرار نگیره. خیلی سعی کردم ساده و خلاصه بگم. بله، کاملا درست و کامل توضیح دادید. ممنون از توضیحی که فرمودید. دقیقا همینطور که آقای جوادی پور اشاره کردن، این تفاوت این دو نوع هست و خیلی باید دقت داشته باشیم که مبادا این رو در اختیار کس دیگری قرار بدهیم. خب یه سوالم دارم. امروز یه سوال جالبی روی تلگرام یه آیدی برای من فرستاده بود اول صبح که داشتم نگاه میکردم. گفته بود سلام، خسته نباشید استاد عزیز، ببخشید مزاحم شدم، یه سوال داشتم. من توی سایت نوبیتکس اتریوم رو روی 1088 دلار، یعنی 1088 دلار خریدم. اون روز رسید به 1250 دلار و تقریبا 200 هزار تومن توی سود بودم. حالا رقم خریدشون برای تستی بوده. حالا داره میپرسه که امشب رسیده به، خدمتتون عرض شود که 1257 دلار. از اون 1250 که 200 تومن تو سود بوده رسیده 1257، یعنی چقدر؟ 7 دلار هم بیشتر شده و من الان 200 هزار تومن تو ضرر هستم. این جریانش چی هست؟ ممنون میشم راهنمایی کنید. آیا از دوستان کسی فکر میکنه که بتونه پاسخ بده؟ یه لحظه آقای جوادی پور، شما شاگرد زرنگی کلاسی، من میخوام ببینم بقیه هم اصلا حوصله دارن شرکت کنن. خب من نفر دوم آقای جوادی پور، با اجازهتون میکروفونش رو باز میکنم. ببخشید از شما. استاد سلام، وقتتون بخیر. صدا منو میشنوم دوست دارید؟ عزیز، من فقط اسمو چون صدای نوشته من فارسی دارید؟ نمیتونم بخونم. فقط یک بار دیگه من متوجه نشدم این بنده خدا 1250 بله گذاشته بله. برای فروش و 1250 رد شده و فروخته نشده. سوالشون این بوده دقیقا؟ خب اوکی، میگه اتریوم رو، حالا نوشته اتر رو روی 1088 دلار به یه اندازه خریده، درسته. بعد اومده 1250 دلار، یعنی از 1088 رسید 1250، 200 تومن تو سود بوده، بعد از اون 1250 شده به نظرم غیر 1257، حالا طبیعیه، شده 200 چون تومن زیان. قاعدتا این وقتی علتش چی بوده؟ از چرا یک و این دویست و اتفاق پنجاه افتاد؟ رفته 1257 تا دیگه. آره دلار، آه به خاطر میگم به خاطر تتر هستش، یعنی در واقع 200 هزار تومن تو ضرر کاهش، چون در تو صرافی های داخلی ما یه فاکتور دیگه که همیشه باید لحاظ کنیم بحث معادل ریال و دلار هستش که با تتر معمولا محاسبه میشه. اون کاهشه به خاطر کاهش یافتن قیمت تتر هستش، یعنی دلار در واقع دیجیتال بله هستش. درسته که ایشون رفته. بله کاملا فرمایش شما درسته. من ممنون از شما. میکروفون آقای جوادی پورم من
این دوستمون کاملا درست فرمودن. من فقط یه نکته اضافه کنم، توی این مدت ما نگاه میکردیم میدیدیم این صرافی ها با قیمت ریالی هم بازی میکنن، یعنی یه موقعی علاقه دارن به خرید، یه موقعی علاقه دارن به فروش، یعنی دقیقا اون نرخ برابریه لحاظ نمیشه. یعنی یه موقعی شما میبینی خب الان باید قیمتشو بیاره پایین تر، ولی کم و کم وایستاده رو اون قیمت بالاتره. یا اختلاف بین صرافی ها که تو همین سایت میهم بلاکچین شما من نگاه میکردم که اونجا مقایسه قیمت صرافی ها رو دارید، یه دفعه یه اختلاف چشمگیری بینشون از نظر ریالی ایجاد میشه، برای من خیلی جالب بود. یعنی کاملا کانسپت صرافی رو دنبال میکنن، فرقی نمیکنه حالا تو ارز دیجیتال هم. بله بسیار دقیق. من میکروفون شما رو ببندم. عرض شود که کاملا توضیحتون دقیق بود. آره این اتفاق تو صرافی ها میفته و من خیلی خوشحالم که با این دقت دوستان به این مرحله رسیدن که این پاسخ رو دادن. و آره صرافی ها هم میتونن با این قیمت دلار تتر بازی کنن. چرا؟ چون اصل فروشنده دلار تتر خودشون هستن. اتفاقی که میفته الان اینه که دوستانی که حالا ترکیه، ایرانی هایی که مقیم ترکیه هستن و تو حوزه این نقل و انتقالات پول به خارج از چرخه صرافی دارن کار میکنن، اینها حجمای قابل توجهشون بیشترشون تو حوزه املاک هستن، عددای بزرگی رو دارن اونور جابجا میکنن، بعضا کانال های تلگرامی دارن و بعضا ارتباط خیلی خوبی هم با این صرافی ها دارن سر خرید و فروش. بعضی موقع ها برای اونها تو ترکیه میصرفه که بیاد، چون تتری که داره حساب میکنه میگه من رو هر تتری، هر یه دلار تتر یه چیز بین 50 تا 70 تا تک تومنی، عدد زیادی ها، شما مثلا رو 50 کا 100 کا 200 کا 500 کا حساب بکنی تو یه روز، خب به هر حال گردش خیلی خوبی میشه، اختلاف قیمت وجود داره. بعد صرافی هم نمیخوان این خدمتتون هر شاید که نوسان رو به اونا بدن که اینا با یه پشتک زدن تو بازار بتونن همچین گینی بگیرن. این تفاوت داره، یعنی یه جاهایی پیش میاد خود همین صرافی ها هم بر اساس تحلیلی که داشتن اومدن بیت کوین خریدن خودشون، چون میتونن خودشون هم به این استخرا وصلن دیگه، بیاد عرضه بکنه، بعد یه دفعه این قیمت میریزه، دلار هم میاد پایین، دلار ارزش دلار کاغذی به تبع دلار تتر هم بعد بیاد پایین، ولی دلار تتر رو نمیاره پایین که بتونه اون حداقل ضرر نکنه رو خرید و فروشه بیت کوینش. بله این موارد هست و اینا اون ریزکاریایی میشه که شما زمانی که به قولی دست آچار میشین دیگه اینا براتون کاملا مشخص میشه. ممنون، جوابای کاملی بود و خدمتتون عرض شود که ما تا اینجا سعی کردیم که این موارد رو با هم یه مروری بکنیم. تو جلسه قبل من در خصوص ICO IPO با هم صحبت کردم. خانم جیواد اگر حضور دارن یه توضیح در مورد ارز اولیه‌ها میتونن به ما بدن، ارز اولیه‌های بورس. ایشون از فعالین تو حوزه بازار سرمایه هستن. نمیدونم حضور دارن خانم جیواد؟ بله اگر میکروفونتون رو بتونید باز کنید خانم جیواد، من بهتون دسترسی دادم، اگر میتونید توضیح بدین بقیه دوستان گوش کنن در مورد آی پی او و اصلا چه اتفاقی میفته تو پروسه ارز اولیه در کارگزاری. خانم جیواد صدای منو داری؟ فکر کنم که مشکلی توی اتصال وجود داره. عرض شود که توی کارگزاری ها خوب میدونه دیگه، ما یه وقتی یه شرکتی بخواد آی پی او بشه، عرضه اولیه توی بورس بشه، قاعدتا باید یه مراحلی رو از سازمان بورس عبور کنه، یه سری حداقل‌های رو باید پوشش داده باشه، گزارشات مالیش رو داده باشه. حتی مثلا در این صداتون نیومد خانم جیواد، اگه شما توضیح بدین که خیلی فکر می‌کنم حرفه‌ای‌تر هست. یه بار دیگه سعی بکنید، من میکروفون شما رو باز کردم، صدای میکروفونتون اگر میوته اون هم عوض بکنید، این فعالش بکنید، صداش هم زیاد بکنید، شاید ما بتونیم بشنویم صدای شما رو. یه بار دیگه اگر سعی کنید.
خانم جیواد ما صدای شما رو نداریم الان. باز هم حالا نمیدونم بقیه دوستان شاید میشنون، من نمیشنوم. آها یه ذره صداتون اومد، یه ذره لطفاً بلندتر یا صحبت بکنی یا صدای میکروفونتون رو بیشتر کنی یا نزدیک میکروفون صحبت کنی، خیلی ضعیف صداتون. سعی میکنید، ما باز هم صدای شما رو نداریم. استاد صدا من هست الان؟ خانم جیبات عالیه، الان صدای شما رو من دارم. خب در مورد آی پی خانم زی زحمتی بکشین یه ذره توضیح بدین. الان چطور استاد؟ صداش صدا خوبه استاد؟ بله بله بفرمایید بفرمایید. خب من چی بگم ببخش، من نمیدونستم چی بهتر میگم. اما از اولی هم اولی میزی که سما بعد اولین بار که بورس عرضه میشه دیگه، بیشتر سرمایه گذاری که اولیه هستن میخوام به سود اولیه شروع کنم، بیشتر میان سمت بازار ارزهای اولیه، یعنی ارزهای اولیه رو بیشتر تقاضا داریم. بخاطر همینم همیشه تعدادی که افراد سرمایه گذار نصیبشون میشه، یعنی از این دو سالی که جدیدا قانون جدیدی برای ارز اولیه گذاشتن که همه اونایی که درخواست میدن یه سهمی داشته باشن از اون ارز اولیه، تعداد کم میشه دیگه برای هر سرمایه گذاری. درسته. و اینکه رفتار صندوق های سرمایه گذاری تو خرید ارز اولیه به چه صورتیه؟ قبلا با کد اشخاص حقوقی من یه سرمایه داشتن، یه سهم مخصوصی دارن صندوق ها، صندوق های شرکت های سرمایه گذاری کلن یه سهم مخصوصی قبلا داشتن. الان به چه صورتیه؟ جدیدن من واقعیتش درگیرش نشدم جدیدن. درسته. نرفتم به سمت ارز اولیه جدیدن. و اینکه چقدر شباهت بین ICO یعنی اینیشیال کوین آفرینگ ارز اولیه سکه در بازار کریپتوکارنسی با IPO در بورس وجود داره؟ خب اونو قوانین